بینندگان عزیز تلویزیون ITC و برنامه پژواک، درود بر شما. من فرمرز پورطاهری. روزگاری پر از سلامتی، شادی و صلح و صفا برای همه شما بینندگان عزیز دارم. در برنامه امروز پژواک سه مهمان داریم: آقای مهدی موبدی، عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، آقای یدی محمودی، دبیر تشکیلات شرق کانادا حزب کمونیست کارگری، و همینطور آقای فرخ زندی، رئیس انجمن سکولارهای سبز شاخه تورنتو و سخنگوی شبکه جهانی سکولارهای سبز. دوستان عزیز، به برنامه پژواک بسیار خوش آمدید. خیلی شما. خب اگر اجازه بدید، خیلی من مایل هستم که برنامه رو با یک بیوگرافی کوچیک خودتون، اگه اشاره فقط بکنید بیوگرافیتون که بینندگان ما با شما آشنا بشن، ممنون میشم. از شما شروع میکنم آقای موبدی عزیز، خواهش میکنم. با درود به بینندگان محترم، من مهدی موبدی هستم، عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات. از نظر سابقه سیاسی با گرایش رادیکال تا 10-12 سال پیش و بعد از اون با گرایشات لیبرال دموکرات، اعتقادم به حقوق بشر و عرفی گرایی در جهت آزادی و بهروزی مردم ایران تلاش میکنم. حالا در طی صحبت اگه پرسشی بود در خدمت هست. خب آقای دکتر زندی عزیز بفرمایید. من فرخ زندی، همچنین که جناب پورطاهری گفتند، رئیس انجمن سکولارهای سبز. این تشکیلات نزدیک 2 ساله در این شهر به وجود اومده. اولین انجمن سکولارهای سبز شبکه جهانی هست و من همینطور سخنگوی شبکه هستم. مدت بسیار زیادی در کانادا زندگی میکنم، نزدیک 37 سال و استاد دانشگاه یورک هستم. قبل از ملحق شدن به تشکیلات سکولارهای سبز وابسته به هیچ سازمان سیاسی نبودم. بسیار عالی. و همینطور شما آقای یدی محمودی عزیز بفرمایید. و سلام به بینندگان عزیزتون. منم یدی محمودی هستم، دبیر تشکیلات شرق کانادا حزب کمونیست کارگری ایران. سابقه فعالیت سیاسی برمیگرده به همون بعد از انقلاب 57. مدت نزدیک به 10 دهه تو کردستان علیه جمهوری اسلامی فعالیت کردم. دوره طولانی تو خود تورنتو دبیر فدراسیون پناهندگان ایرانی بودم و الان هم با حزب کمونیست کارگری ایران رو فعالیت میکنم، به اضافه چندین نهاد دیگه از جمله کمیته بین المللی علیه سنگسار، کمیته بین المللی علیه اعدام و ایران سولیداریتی. بسیار عالی. خب برنامه رو دو قسمت کردیم، تا آگهی تجارتی سعی میکنیم یه مدار برگردیم به انقلاب 57 و بعد از اونم دنبال راه حل خواهیم بود در قسمت دوم. آقای موبدی، آیا شما با انقلاب سال 1957 موافق هستید یا خیر؟ و اگر لطف کنیم بگیم که چه درسی ما از این انقلاب گرفتیم که در آینده ایران این تجربه، از این تجربه استفاده بشه؟ 100% مخالفم. البته چیزی که اتفاق افتاده اونو دیگه نمیشه برگردون. به نظر من این انقلاب حداقل نالازمی بود، به خاطر اینکه ما در اواخر کار مردم ایران فرصت‌های بسیار خوبی داشتن که با دولت‌های موقتی که پیش اومد به اونچه که فکر می‌کردن به دنبالش هستن در جهت اون قدم بردارن. متأسفانه گفتمان سیاسی، دیسکورس اون 15-20 ساله یا 25 ساله قبل از انقلاب اسلامی به نحوی بود، گفتمانی بود ضد امپریالیستی، ضد غرب و از این نظر ارتجایی و عقب افتاده و با یک حکومتی اقتدارگرا ولی متجدد درگیر شده بود. گروه‌هایی که در واقع پی جاینشینی اون رژیم بودن به صورت قاطع، ما چیزی از آزادی خواهی به معنای حقوق بشر و دموکراسی در اونها نمیبینیم. گروهایی بودن معتقد به دیکتاتوری پرولتاریا، از اون جهت گفتمان مذهبی بود که ولایت فقیه آورد. در نتیجه هر دو دست به دست هم
به دنبال یک 100% که ما شاه رو نمیخوایم یا این رژیم رو نمیخوایم و هر چی دیگه باشه بهتر از این هست رو دنبال کردن و در واقع حتی شعارهای خودشون رو بهشون پشت باز زدن و رفتن زیر دامن خمینی. تجربه‌ای که از این انقلاب اسلامی میشه گرفت این هستش که ما اولویت‌هامون رو در حین اینکه خواستار برکناری یا سرنگونی یا هر موضوعی نسبت به یه رژیم دولتی هستیم کاملا باید به عنوان به نکته بسیار مهمی که غفلت شد جایگزینی اون، ما چیزی که برمی‌داریم باید جایگزینش رو داشته باشیم و مطمئن باشیم که چیزی بهتر از اون خواهیم گذاشت. این به نظر من تجربه خیلی سخت و تلخی هستش که به هر حال باید باشه. آیا دکتر زندی، آیا واقعا مردم ایران انقلاب کردند یا فقط به سقوط حکومت پهلوی که در حقیقت به دست غرب برنامه‌ریزی شده بود کمک کردند؟ نظر شما چی هستش؟ من تصور میکنم که نارضایتی فراوان بود، همچنین که جناب مبدی گفتند جو سیاسی جو خفقان‌آوری بود. آیا از نظر اجتماعی محدودیت هایی ما داشتیم؟ اون بحث دیگر است که من تصور نمی کنم خفقان اجتماعی در داخل ایران وجود داشت. آیا مشکلات اقتصادی داشتیم؟ طبیعتا میشه رو هر اقتصادی انگوش گذاشت و معایبش رو آشکار کرد، ولی فرصت های اقتصادی که در داخل ایران داشت به وجود می آمد در سال های بین 74 تا 78 زمانی که قیمت نفت بالا رفت و بودجه دولتش افزایش پیدا می کرد، ورود بانک های خارجی، سرمایه گذاری خارجی و تحصیل کرده های ایرانی که برمیگشتن به ایران بعد از اینکه تحصیلات خودشون تموم کرده بودن، یه جبهه بود که میتونست برای رشد اقتصادی آینده و رشد اجتماعی ایران بسیار مؤثر باشه. متاسفانه اون چیزی که اتفاق افتاد به این صورت بود که نارضایتی به شکل جلوه کرد که به انقلاب یا به فروپاشی رژیم مبدل شد. با خیلی از جوانان دانشجوهای اون زمان که وارد تشکیلات خاصی نبودن ولی در حقیقت آزادی خواه بودند موقع صحبت میکنیم، این درک رو ازشون میگیریم که اونها هیچکون تصور نمیگن که رژیم پهلوی رفتنی باشه، فقط میخواستن ابراز در حقیقت نارضایتی خودشون رو انجام بدن و طبیعتا اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که یه مقدار سرسپردگی به فرض بفرمایید با یه رژیم های خارج از ایران سبب شد که مرام این حرکت ضد پهلوی بشه در واقع به عقیده من، تا اینکه جانشینش و در درجه دوم اهمیت دادن به این بود که همچنین که ایشون هم گفتن چه آلترنتیوی سر کار میاد و آیا ما دست پیدا میکنیم به آزادی و اون دموکراسی که دنبالش هستیم. در نتیجه مردم ایران در پشت آقای خمینی شروع کردن به حرکت که همه واقف هستیم که پروندهشون چجوری بود. اگر اون پرونده روشن‌تر برای مردم توضیح داده میشد و یا اینتلیکچوال های زمان روشنفکران و آنست بودند ما مسئول حرکت نمیکردیم. نظر شما چی هستش آقای محمودی در مورد انقلاب 57؟ من فکر میکنم انقلاب 57 مردم حق داشتن انقلاب کنن علیه دیکتاتوری، علیه ساواک، علیه خفقان و علیه زورگویی شاه. من یادم دقیقا، من فکر میکنم اینو خیلی تو مردم ایران موقع همه جا میگفتن، حتی مردم نمیتونستن اسم شاه رو ببرن تو خونه خودشون چون میگفتن یه چیزی بود که اصلاحی بود، دیوار موش داره، موش هم گوش داره، اینقدر خفقان بود تو اون دوره. در نتیجه به نظر من مردم حق داشتن انقلاب کنن. اینکه نتیجهش جمهوری اسلامی شد، به نظر من جمهوری اسلامی بر شکست انقلاب 57 تونست جمهوری اسلامی بشه، وگرنه مردم ایران برای جمهوری اسلامی انقلاب نکردن. انقلاب اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو غرب آورد سرکار، میشه سرش بحث کرد. به نظر من در اون موقع بلوک شرقی که وجود داشت و اختلافاتی که
اینا داشتن و دوست نداشتن قاعدتا و فکر کردن خمینی بهترین آلترناتیو شاه هستش، وگرنه به نظر من مردم حق داشتن علیه فقر و فلاکت و شاه نخوان تو قرن بیستم و انقلاب حق این چیزی هستش که شما خودتون حس کردید یا شنیدید؟ یعنی شما که صبح که از خفقان میکنید در زمان دوره رژیم شاه، آیا این چیزی که شما خودتون حس کردید یا شنیدید مثلا از دیگران که یه همچین اختناقی در جامعه ایران بودش؟ ببین خب طبیعتا من یه محصول 15-16 ساله بودم اون موقع، ولی از خیلی شنیدم و از جمله شاهد جمع‌آوری سال 56 من بچه سنندجم تو اطراف سنندج و سنندج شروع کردن قبل از قیام جمع‌آوری اسلحه و من موقع میدونستم هزاران نفر رو گرفتن زیر شکنجه به زور اینا رو اسلحه ازش میخواستن ساواک شاه و بعدش هم زندانیان سیاسی تو خفقان شاه. به نظرم ساواک شاه تو تمام دنیا اون موقع از الان از سوامای جمهوری اسلامی بدتر بود. الان جمهوری اسلامی اومده بعد از 33 سال اینقدر جنایت و وحشیگری و قتل عام کرده، یه جوری انگار روی حکومت شاه رو سفید کرده، وگرنه خفقان کسی منکرش هست نبود. و چه شما چه در حقیقت تجربه ای از این انقلاب میگیرین که بتونیم استفاده بکنیم از این تجربه داره؟ من فکر میکنم تجربه ای که اگه بگیریم اینه که نذاریم جریانات دیگه و جریاناتی که مشخص نیست چی میخوان وارد بشن. مردم اگه اون موقع هم به نظر من برای رفاه، برای خوشبختی، برای شادی، برای آزادی مبارزه کردن، الان هم همون خواسته تو دستوره و علیه جمهوری اسلامی باید ازش استفاده بکنیم و سعی کنیم به حقوق مردم، هر حکومتی هر جریانی میخواد بیا سر کار، ببینیم در مورد حقوق مردم علیه، در مورد زندانی سیاسی، در مورد اعدام، در مورد سنگسار، در مورد حقوق زن تو جامعه، حقوق کارگر، اعتصاب، اینا چی میگه. به نظر من اینا مهم است همین الان بدونیم که احزاب سیاسی چی میخوان و چه برنامه‌ای دارن. حالا من سوالی که از شما دارم این هستش که در فردای ایران اکثریت مردم ایران تصمیم گرفتن که یک حکومت پادشاهی پارلمانی داشته باشن. حزب شما، نظر حزب شما در مورد مسئله چی هستش؟ من فکر می‌کنم ما مخالفشیم. یعنی اولا پادشاه برای چی میخوای؟ نه میدونم شما حزبتون به اصطلاح چه واکنشی نشون میده. خب اکثریت مردم ایران تصمیم گرفتن که همچی حکومتی داشته باشه. خب اولا به نظر من اگه شرایط آزادی باشه، من فکر نمی کنم اکثریت مردم ایران با انقلاباتی که تو همین دوره رخ داده رای بدن پادشاه بخوان. و در نتیجه اگرم این نشد، که به نظر من این احتمال 1% هم نیست که احتمالش بزنی، بعدش هم اگر این نشد و مردم اومدن و رای دادن به این حکومت، خب طبیعتا ما علیهش وای میستیم، تبلیغ میکنیم، سعی میکنیم مردم رو قانع کنیم، بگیم آقا جون قرن 21 شاه نمیخوایم، مردم بیایید خودتون قدرت به دست بگیرید و خودتون. هیچ کجای دنیا تو تاریخ هم هیچ کی نمیتونه ثابت کنه که شاهی اومده باشه برای مردم رفاه آزادی آورده باشه تا شاه ایران. یا پس شما هم دست گفتیم میده تبلیغات میزنید و در حقیقت میگم این اگر عقیده مردم بود، شما تنها کاری که میکنید در یک فضای باز میتونید دست به تبلیغات بزنید در مورد مسئله. حالا سوالی که از شما دارم آقای مبیدی عزیز، همین سوالو ولی به شکل دیگه، اگر اکثریت ملت ایران تصمیم گرفتن که یه حکومت جمهوری فدرال داشته باشن یا یه حکومت کمونیستی داشته باشن، حزب شما نظرش چی هستش؟ نظر و عمل در هر حزب و هر سازمانی طبیعیه که در فضای آزاد ابراز میشه. ما 100% اونچه که مردم تصمیم میگیرن به هر حال اجرا میکنن، ولی از نظر نظری ما 100% با فدرالیسم مخالفیم و فدرالیسم یعنی نابودی ایران. در ایران فدرالیسم به معنای فدرالیسم قومی زبانی هست و تا اونجایی که بتونیم از نظر تبلیغات آگاهی رسانی با این قضیه به حساب سعی میکنیم روشنگری کنیم. ولی بعد از هر روشنگری دیگه اختیار به مردمه. معتقدم نیستیم سر فدرالیسم باید رأی گیری و یا همه پرسی بشه. باز هم این نظر ماست، مخالفیم. برای اینکه شما روی یه مسائلی نمیتونی رأی بگیری، شما نمیتونی همه پرسی بذاری بگی که من میخوام بپرسم که آیا حقوق زن و مرد برابرن یا برابر نیستن، آیا باید مردم رو شکنجه کرد یا نکرد، مردم بیایید رأی بدید ببینیم شکنجه بکنیم آزاده یا نیست. اینها
خیلی چیزا هستش که رای بردار نیست. در کشوری که 3000 سال سابقه داره و در واقع با یک پارچگی زندگی کرده، فدرالیسم اصلا برای اینکه فدرال کنی شما باید اون مملکت رو اول جدا کنی، بعد این قطعات فدرال تشکیل فدرال یه همچین وضعیه. دولت‌ها، حکومت‌های متفاوت تصمیم می‌گیرن بعضی از اختیارات خودشون رو تفویض کنن به یک دولت مرکزی و در واقع یه حاکمیت دوگانه داشته باشن. خلاصه عرض کنم در جواب فرمایش شما، ما مخالفیم با فدرالیسم در ایران و مخالفت ما در رابطه با نظر و تلاش و آگاهی رسانی، وگرنه تمکین داریم به آنچه که مردم دست. آقای دکتر زندی، یکی از مشکلاتی که در حکومت قبلی بود و اینو در رابطه با شاه صحبت میکنن این هستش که اگر خلأ سیاسی وجود نداشت در حکومت شاه، مردم هیچ وقت خمینی رو بهتر میشناختن، همونطور که صحبتش شد و خود شما کردید، و هرگز به حرفای خمینی مثل اتوبوس رو مجانی میکنیم و آب و برق رو مجانی میکنیم رو قبول نمیکردن. و مسئولیت مردم الان در این به صدا این زمان در سال 2011 چی هستش و چگونه باید آگاهی داد که باز دوباره جلوی تکرارها گرفته بشه؟ ببینید، به تصور من در این 32 سال گذشته رشد فکری و سیاسی مردم ایران خیلی زیاد بوده، به این شکل که مردم به قول شما دیگه گول قول و قرارهای قلابی رو نخواهند داد و به کنه مسئله توجه خواهند کرد تا به جزئیات قضیه. حالا کنه مسئله چی هست؟ کنه مسئله این هست که آیا ما یک رژیم دموکراتیکی که سکولار باشه و درش مذهب جایی نداشته باشه و پایبند حقوق هر شبت که منشور حقوق بشر باشه و به یک پارچگی ایران اعتقاد داشته باشه معتقد هستیم یا نه؟ اگر من فکر میکنم که این باید ایدئال هر آدم آزاده خواهی باشه. ما تجربه 32 سال بهمون نشون داده که با هیچ حرکتی که فرم مذهبی داشته باشه نمیتونیم به اون ایدئال های حقوقی و انسانی خودمون دست پیدا بکنیم. در نتیجه سکولاریسم یه اصل اساسی هست که مردم ایران در مدت 30 چند سال میبایستی که یاد گرفته باشن و درکش حس کرده باشن. دوم مسئله حقوق بشر هست. بدون یعنی یک میشه، آیا میشه یک حکومت سکولار داشت بدون که بر مبانی حقوق بشر باشه؟ بله، مثلا استالین و هیتلر هر دو اینطوری بودن. در چه این باید اصل دوم ما باشه. و نکته ای که باید بهش اشاره کرد که ما باید با اصول حرکت بکنیم، به جلو بریم. به فکر مثلا در مورد صحبتی که سال قبلی شما، آیا که در آینده ایران ما باید حکومت پادشاهی داشته باشیم یا حکومت جمهوری داشته باشیم، این مسئله این نیست که ما بخوام الان در موردش تصمیم گیری بکنیم و در صلاحیت ما نیست و این باید در رأی به رأی گیری مردم ایران بعد از اینکه این رژیم رفت بپردازیم. ولی اینکه چرا این رژیم باید بره، اون تجربه‌ای است که ما به واسه در این 30 چند سال به دست آورده باشیم. این رژیم باید بره از طریق به وجود آوردن یک آلترناتیو سکولار دموکرات که توسط نیروهایی که تشابه فکری دارن به وجود بیاد، بدون توجه به اینکه مثلا فرض بفرمایید که حکومتش به شکل هندوستان باشه که رئیس جمهور هندوستان در حقیقت یه مقام تشریفاتی است و نخست وزیرش همه کار است، و مثلا فرض کنید که در اسپانیا هم رئیس در حقیقت استیت اون ملت پادشاهش هست که کینگ خوان کارلوس باشه و ایشون حقوق نداره و نخست وزیرش همه کار است. حالا اون تفاوت هر چی هست مسئله مهمی نیست، اصل دموکراسی هست که باید به وجود بیاد. من تصور میکنم که با به اون مقطع بلوغ فکری رسیدیم که بتونیم تصمیم بگیریم برای خودمون. شما فکر میکنین که الان ما نسبت مثلا به 30 سال گذشته که انقلاب کردیم، آیا در حقیقت پیشرفت داشتیم از لحاظ همین مسئله‌ای که جلوگیری بکنیم در رابطه با اتفاقات که میتونه بیفته و یک تکرار دیگه‌ای باشه که مردم در همون زمان سال 57 گول خمینی خوردن؟ برای مثال من یکی از سوالای من از شما این بودش که چطور یک حکومت خیلی از سازمان‌های چپگرا اومدن و با خمینی نشستن و قبول کردن این حکومت رو، خیلی بر من جالب استش. و امروز هم می‌بینیم که جمهوری اسلامی داره در کشورهای مثل کوبا و کشورهای چپ دیگه که در حال حاضر دارن حکومت میکنن با اونا بیشتر زده بند داره. علتش چی هستش؟
ببین من یه نکته رو روشن کنم. اولا من خودم جزء هیچ موقع جزء گروهایی که از جمهوری اسلامی دفاع کردم مثل حزب توده و اکثریت نه اینا رو چپ دونستم نه جزء اینا بودم و همون روز اول سر کار اومدن جمهوری اسلامی جزء جریانی بودم، با کمال بودم تو کردستان مخالف جمهوری اسلامی و بعدش هم با جریان کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری ایران که همیشه مخالف جمهوری اسلامی بودیم و یک روزم جمهوری اسلامی رو نه تنها قبول نکردیم بلکه از همون روزهای اول علیهش وایسادیم. اینکه چه تجربه‌ای میشه گرفت، به نظر من خود تجربه انقلاب 57 به ما نشون میده مردم نباید توهم داشته باشن به هیچ کسی که به هر کسی که داره میاد وعده میده. بعدش هم به نظر من میتونیم بحث کنیم سر این، فقط توهم مردم نبود، جمهوری اسلامی رو، خمینی رو، کنفرانس گودالوب سر کار آورد، غرب سر کار آورد، آمریکا رفت پشتش و اینو به مردم ایران حقانه کردن. بعدش هم به نظر من جمهوری اسلامی، تثبیت جمهوری اسلامی بعد از قتل عام وسیع دهه 60 خرداد 60 اتفاق افتاد. اونجوری نبود که جمهوری اسلامی مردم ایران، کل مردم ایران، من میدونم جریاناتی رفتن پشت جمهوری اسلامی و الان هم رفتن تو همین اصلاحات و دوره بعد از رفسنجانی و خاتمی و همه دوران پشت جمهوری اسلامی بودن، ولی اکثریت مردم چی؟ به نظر من اکثریت مردم ایران چه تو دوره انقلاب 57 از اون موقع به بعد علیه جمهوری اسلامی بودن، به جمهوری اسلامی هم راه دیگری نداشتن. و به نظر من یک نکته مهمتر و اساسی ترم این بود که متاسفانه اون موقع انقلاب 57 یه حزب سیاسی که حرف دل مردم رو بزنه، همون خواستایی که مردم تو خیابون داشتن شعارشو میدادن، آزادی، رفاه، نان، اینا رو پیاده کنه نداشتن. و گفتم همه اینا دست به دست هم داد، خمینی رو آورد، ولی ما اون تجربه رو داریم به اضافه تجربه انقلابات این دوره شمال آفریقا و کشورهای عربی. بسیار خوب، فقط اگه اجازه بدید بریم باز برمیگردیم با دوستان عزیز بحث رو ادامه میدیم. خب دوستان عزیز باز برگشتیم، در خدمت سه دوست بسیار خوب از تورنتو هستیم. آقای مهدی موبدی، عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، آقای یدی محمودی، دبیر تشکیلات شرق کانادا حزب کمونیست کارگری، و آقای دکتر فرخ زندی، رئیس انجمن سکولارهای سبز شاخه تورنتو و سخنگوی شبکه جهانی سکولارهای سبز. خب دوستان عزیز ادامه بدیم. من مایل هستم که بپرسم برنامه شما آقای موبدی برای براندازی جمهوری اسلامی و در ادامه اون بعد از سقوط جمهوری اسلامی چی هستش؟ این پاسخ شما رو من به صورت دو استراتژی نظری و استراتژی عملی حزب خودمون توضیح میدم. استراتژی نظری ما در پیوند با انقلاب مشروطه و ادامه اون جنبش مشروطه که با نواقصی در این 100 سال گذشته ادامه یافت تا 30 سال پیش، در واقع جایگزینی یک نظام لیبرال دموکراسی، و لیبرال دموکراسی هم بسیار تعریف شده بد نیست، دموکراسی که محدود هست به منشور جهانی حقوق بشر، یعنی ما دموکراسی به معنای رأی گیری، رأی اکثریت رو باید اجرا کرد، چنین چیزی خودش بنیان یه دیکتاتوری هست، اکثریت میتونه خیلی نظرها بده، ولی حقوق فردی به معنای لیبرالیسم در واقع محدود میکنه اون دموکراسی رو. به این معنا ما آزادی رو در منشور جهانی حقوق بشر تعریف میکنیم. چنین استراتژی در واقع استراتژی نظری جایگزین لیبرال دموکراسی که توش وقتی شما منشور جهانی حقوق بشر رو به عنوان مرز آزادی میذاری، در واقع نمیتونی هم منشور جهانی حقوق بشر داشته باشی هم یه حکومت مذهبی داشته باشی. در نتیجه سکولاریسم
یک بخشی از لیبرال دموکراسی هست و این بر مبنای ایرانی، ایرانی بودن و دارای حق، حق شهروندی بودن است. از نظر استراتژی عملی پشتیبانی از مبارزات مردم، جنبش سبز و بالا بردن گفتمان لیبرال دموکراسی به عنوان آلترناتیو یا جایگزین، لغت فارسی جایگزین، جایگزین جمهوری اسلامی است. در نتیجه ما معتقدیم که در خارج ایران قدرت وجود نداره و دوست داریم و ترجیح میدیم و به این نتیجه رسیدیم که این گفتمان، گفتمان غالب مردم ایران و روشنفکران ایران باشه. حالا هر کی به قدرت رسید، این گفتمان به قدرت برسه، حالا مجریش هر کی است اصلا برای ما مطرح نیست. و در این رابطه ما به پیکار مردمی و خشونت پرهیز معتقدیم. ما معتقدیم که روش هایی که شما برکنار میکنی، سرنگون میکنی یه رژیمی رو یا اصلا یه کاری میکنی، روش های اون سازنده شخصیت خود ما هست. اگر ما نمیتونیم شکنجه بکنیم که بگیم که میخوایم یه روزی شکنجه رو از بین ببریم، ما نمیتونیم با آزادی مبارزه کنیم، یعنی آزادی کش باشیم که بخوایم روزی برسیم به آزادی. چنین چیزایی تاریخ هم نشون داده. در نتیجه پیکار خشونت پرهیز که در اون قدرت‌های مردمی میان رو کار و به نظر ما رهبری توسط مردم و در مبارزات اون بالا میاد و اون با گسترش گفتمان لیبرال دموکراسی جایگزین جمهوری اسلامی خواهد. بسیار خوب. آقای محمودی عزیز، چند ماه یا چند سال بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی شما مردم رو دعوت به انتخابات میکنی و در حقیقت سوال دوباره من این از شما این است که قانون اساسی رو چه کسی می‌نویسه؟ من فکر میکنم بعد از جمهوری اسلامی احزاب قاعدتا دعوت نمیکنن به انتخابات، مردمن. و به نظر من باید در جواب اون سوال اولتون یه نکته دوست دارم بگم، اینه که برای انداختن جمهوری اسلامی دخالت مردم در وسیع ترین شکل ممکن برای انداختن جمهوری اسلامی این درست ترین شیوه است. بعدش هم مردم، به نظر من این امکانو به مردم بدیم، مردم انتخاب کنن که چه موقعی میخوان انتخابات کنن. و به نظر من بعد از 33 سال، اگه حتی امسال هم جمهوری اسلامی بره، بعد از 33 سال خفقان و نبود احزاب سیاسی، یه دوره قاعدتاً میخواییم احزاب سیاسی بیان تبلیغ برنامه‌شون بکنن. و در نتیجه ما حداقل من فکر میکنم یکی از کارهای اولیه‌ای که میکنیم خواهان وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی، آزادی تشکل، تحزب، اعتراض در اون جامعه هستیم و نباید جلوی اینو به هیچ شرطی گرفت. به قول دوستمون، شما نمیشه شکنجه کنی علیه شکنجه باشی، شما نمیشه سنگسار کنی و علیه رژیم سنگسار در ایران باشی. در نتیجه این فضا رو وجود بیاریم که احزاب سیاسی بیان تبلیغ کنن، بحث کنن، خودشونو به مردم بشناسونن و اون موقع قاعدتا مشخص میشه چه دوره موقع انتخابات مردم بیان انتخاب کنن. از میان احزاب سیاسی قاعدتا اونی رو انتخاب میکنن. حدودا فکر کنم مثلا چقدر این زمان طول بکشه؟ چقدر فکر کنم یک سال، دو سال، 6 ماه باید قاعدتا کافی باشه. اگه واقعا طول نکشه، فرض کن سرنگونی جمهوری اسلامی یه پروسه طولانی و کشدری نباشه، باید قاعدتا 6 ماه برای احزاب سیاسی کافی باشه بتونن تبلیغ کنن و خودشون رو به مردم بشناسونن. آقای دکتر زنی، بعد از سقوط جمهوری اسلامی تا انتخابات آزاد چه کسانی حکومت میکنن؟ ببینید، ما در ساختار تشکیلاتی سکولارهای سبز به این فرمول معتقد هستیم که به دلیل اینکه در داخل ایران جو خفقان اینقدر بالاست که نیروهای سکولار دموکرات نمیتونن قد علم بکنند و حتی میبینیم که در حقیقت اصلاح طلبا هم به زندان میفتن، گرچه در نهایت آزادی خودشون سریعتر پیدا میکنند تا اونهایی که در حقیقت سکولار دموکرات هستند، سکولار هستند.
طبیعتاً گفتمان سیاسی و رسیدن به اون اهداف یک رژیم سکولار دموکراتیک که دوستان عزیزم مطرح کردند در داخل ایران امکان پذیر نیست. در نتیجه ما تزمون بر این هست که میبایستی نیروهای ائتلافی از نیروهای سکولار دموکرات در خارج از ایران به وجود بیاریم، نیروهایی که اصلاح طلب نیستن به هیچ طریقی و در حقیقت با همون تشابه صحبتی که جناب موبدی و دوستان جناب محمودی هم گفتند، انحلال جمهوری اسلامی، آوردن در حقیقت یعنی اساس یک رژیم سکولار که بر پایه حقوق بشر باشه، و این میبایست فرمولیزاسیونش در خارج از ایران به وجود آورد، یعنی یک تشکیلات هماهنگ کننده یا تدارکاتی که از اعضای اون از تشکیلات سکولار دموکرات ها نیروهای مختلف چپ، سنتر و راست تشکیل شده باشه و بر جهت ایجاد یک کنگره ملی، و این کنگره ملی در فرمولی که ما داریم در حقیقت نماینده این گروه های مخالف هست در خارج از ایران، همونجوری که داریم مشاهده میکنیم، و این در حقیقت اون گروهی هست که موقعی که رژیم رفتنی باشه در داخل در حقیقت یه حالت ترانزیشنال موقتی رو هدایت به عهده میگیره تا زمانی که به رفراندوم قانون اساسی، به رفراندوم رژیم، نوع رژیم گذاشته بشه و قانون اساسی نوشته بشه. چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم این که در ماهای اخیر خارج از ایران رو تمرکز قرار دادند توسط نیروهای مثل نیروهای آقای کروبی و عرشبت که آقای موسوی که رهبران انقلاب سبز هم هستند در حقیقت مشاهده میشه، به خصوص آقای واحدی که شما در صحبتاشون مشاهده میکنید، ایشون در پاریس هستن و ایشون در حال حاضر درباره تشکیل یک آلترناتیو ضد رژیم جمهوری اسلامی در خارج از ایران دارن صحبت میکنن. همونجوری که مشاهده میکنه آقای کدیور، آقای مهاجرانی و تمام اصلاح طلبای دیگه هم در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن. در نتیجه این حرکت حوزه‌ای در حقیقت تمرکز فعالیتی از ایران به خارج از ایران اومده، چون داخل ایران نمیشه این عمل انجام داد. حالا چیزی که ما بهش معتقد هستیم این که اون آلترناتیوی که اون بدیل یا در حقیقت جانشینی که صحبت شد ما مطرح میکنیم این هست که این میبایستی پایش در خارج از ایران ریخته بشه و تنها جهتی که نخواهد رفت جهت اصلاح طلبی و برگشت به یک فرم حکومت اسلامی. خب این تا چه حد ما موفق بودیم سر این مسئله؟ چون میگم از لحاظ تئوری خیلی چیزا بسیار زیبا هستش، ولی از لحاظ عملی 32 سال داره از این انقلاب میگذره و اپوزیسیون نتونسته که حتی سر یک میز با هم بشینه و بتونن که با هم کنار بیان سر خیلی از مسائل. شما در همایش سکولارهای سبز شرکت کردید آقای محمودی؟ بله شرکت کردم. نظرتون چی بودش؟ من راستش بخواهید شرکت کرده بودم ببینم، از طرف حزب کمونیست کارگری نبودم، خودم به عنوان یه آدمی که تو شهر تورنتو حداقل تو بسیاری از جلسات و به اصطلاح میتینگ ها شرکت میکنم شرکت کرده بودم. من موافقش نبودم راستش بخواهید، خیلی جنبه هاش من با دعوت از یکی از سخنرانانشون که علیهشم من یه 3 دقیقه فرصت کردم صحبت کنم، این خانم نماینده مجلس دوره ششم جمهوری اسلامی اسمش حقیقت خانم حقیقت پژو، علیه اون صحبت کردم و من فکر میکنم اینا جایی تو اپوزیسیون جمهوری اسلامی ندارن و حتی صحبتاش هم نشون داد. من راست شو خب راه حل پس چی هستش؟ اینو خب شما گفتین که اینو رد کردین و گفتین راه حل چی هستش، چون میگم بعد از 32 سال ما هنوز نتونستیم که سر یک میز کنار بیایم خب و بتونیم که به یه نتیجه برسیم. به نظر من بحثی نیست که هر موقع اپوزیسیون تونستن سر یه میز بشینن با هم اتحاد کنن اون موقع جمهوری اسلامی سرنگون میشه. خب اگه این بود به نظر من انقلابات منطقه هیچ کدوم اپوزیسیونشون اول متحد نشدن، مردم ریختن به خیابون، اومدن اعتراض کردن و دولتشون رو دیکتاتورا رو سرنگون کردن. الان هم به نظر من بحث ایران اونجوریه. شما اگه تو 2 سال پیش اعتراضات مردم رو نگاه کنید، تظاهرات تو همین تورنتو میشد 10,000 نفر میومدن. چرا؟ چون تو ایران داشت انقلاب میشد، مردم به خیابون ریخته بودن، در سطح میلیونی علیه جمهوری اسلامی شعار میدادن. آدمی که تو عمرش یک روزم فعالیت سیاسی نکرده بود تو تورنتو نمیتونست تو خونه بشینه. الان هم به نظر من بحث اوضاع ایرانه، اوضاع ایرانه میتونه اپوزیسیون رو اصلا دور کنه، به هم نزدیک کنه. درست. و یه شاخص هم هست به نظر من، از نظر من یا حزب ما، اینه که احزاب سیاسی چقدر به خواستای مردم ایران مربوطن و این میتونه. خب حالا یک مشکلی که اینجا به وجود میاره آقای موبدی این هستش که
هرج و مرجی هستش که به فرض میتونه در مصر هنوز اتفاق بیفته، میتونه در یمن اتفاق بیفته، و در سال 57 هم دیدیم که هر کسی حاضر بود بیشتر بکشه اون قدرت رو خیلی سریعتر در دست خودش گرفت. ما چیکار باید بکنیم؟ پس وظیفه اپوزیسیون چی هستش که جلوگیری از اون کشتاری بکنه که بالاخره کسایی که بچه‌شون، پسرشون، دخترشون اعدام شدن، تیرباران شدن، اونا فکر نمی‌کنن به حرف من و شما و تئوری که الان ما روی میز داریم بشینن و گوش بکنن. هر کی اون موقع یک زمانی هستش که یک واقعیته، هر کی حاضر بیشتر بکشه توی انقلابات ها سریعتر بالا میاد و حکومت دست خوش میگیره. چیکار باید بکنیم؟ بس همون نکته خشونت پرهیزی که در جنبش سبز هم است. وقتی شما اینو به عنوان یک گفتمان، به عنوان یک نظر جا میندازی، معتقد میشی، بنده رو معتقد میکنی، ایرانی های دیگر رو، یعنی چی؟ یعنی اینکه ما با وسایل خشونت آمیز خودمون هم خشونت خواهیم کرد. بله. حالا بنده و جنابالی اینجا هستیم، تا بخوایم برسیم به ایران دوستان اونجا هر چقدر خشونت در جامعه، هر چی آدم لومپن و چاقوکش و به قول معروف بسیج کننده با پول و اینا هست، اون غلبه خواهد کرد و اون دانشجو، اون روشنفکر که اهل این کارا نیست، اونا خونه خواهند نشست. پس این کل قضیه باید به صورتی باشه که مردم اعتقاد پیدا کنن که کردن تا حدود زیادی، مردم به هر قیمتی نیستن، مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، اما میبینیم که حساب میکنن که بعدش چی میشه. این زیر بار این کارهای 33 سال پیش نمیرم. اما مطلب، یعنی اون گفتمانه، اون فرهنگ 33 سال پیش شما خمینی اعدام میکرد، خلخالی اعدام میکرد، گروه های چپ و مذهبی میرفتن تظاهرات میکردن جلو خونه چیز، آقا چرا کم میکشی سران رژیم چیزو، یا مثلا حتی نه سران، کارمند بود، میگفتن کم میکشی شما تو روزنامه، میشن بیشتر روز. ببین این گفتمانه. اگه ما میخواییم دوچار اون داستان نباشیم از الان، من نظریات دوستان سکولار سبز رو دنبال میکنم همیشه. تا تفاوتی که ما داریم اینه که ما معتقد نیستیم به آلترناتیف سازی یا جایگزین سازی در خارج ایران موفق خواهد شد. این آلترناتیف سازی سابقه 33 ساله داره. مجاهد آلترناتیو درست کرد، ما تحلیل نکردیم که چرا نشد. آقای امیر انتظام کنگره ملی رو پیشنهاد کرد، این بار اول نیست ما این چیزا رو میشنویم. در کنفرانس پاریس جمع شدن، یه سری هم پولهای خارجی پشتش بود که صاف کنن قضیه حمله نظامی به ایران رو، خوشبختانه پیش نرفت. همینطور که آقای محمودی اشاره کردم، من در این قسمت باهاشون هم عقیده هستم. ببینید وقتی جنبش بالا میگیره شروع شوق هم در خارج بالا میاد. ما نمیتونیم بگیم که ما از 500 نفر رأی میگیریم ما میشیم دولت در تبعید. دوم، اتحاد و ائتلاف مورد نداره. اون چی که ما باید دنبالش باشیم و عملی است، همبستگیه. همبستگی چیه؟ سر اون مواردی که اصولی که ایران آینده باید روش بساب بنا گذاشته بشه، سر اون ما باید با آقای محمودی، با آقای دکتر زندی، با دوستان دیگه، منتها بقیه عقاید هر گروهی خودش داره دنبال میکنه. آقا حقوق بشر باشه، لیبرال دموکراسی باشه، بدیهیه که سکولار هست، مگه میشه لیبرال دموکراسی باشه؟ شما اینجا لیبرال دموکراسیه، مگه دین و مذهب یکیه؟ اینها باید باشه. یک کشور یک ملت، ما تمامیت ارضی به جای خودش، یک پارچگی ملی رو باید حفظ کنیم. اولویت ما، من خودم رو عرض میکنم، یعنی گروه وابسته به خودمون عرض میکنم، برای ما ایران مهمتر از همه چیزه. خوشبختانه سکولاریت سبز هم در کنم. این به معنای اینه که ما طرفدار حمله نظامی نیستیم، ما طرفدار بمب هسته‌ای به ایران نیستیم که جمهوری اسلامی بره، جمهوری اسلامی رو به هر قیمت حاضر نیستیم. یعنی اگه ببینیم ایران داره تجزیه میشه، در کنار جمهوری اسلامی خواهیم وایستاد برای اینکه ایران تجزیه نشه. به چه معنا در کنار خواهیم ایستاد؟ به این معنا که ما بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه، نمیدونم، کنفرانسی، مبارزه اعلامی نمی کنیم. حتی کسایی که مبارزه میکنن به قول معروف انتقاد خواهیم کرد بهشون که اون مسئله اصلی رو باید، کسی که داره تمامیت ارضی ایران حفظ میکنه ما در کنارش هستیم، حالا هر چی میخواد اسمش باشه. بله آقای دکتر زندی،
کارنامه اپوزیسیون در این 32 سال گذشته چجوری می‌بینید؟ شما پروفسور دانشگاه هستید، چه نمره به این کارنامه میدید؟ فیل. فیل بسیار کلمه بهتری فکرم نمیرسه، مفتضح. یعنی ببینید که الان یه جنبه مثبت من خدمتتون عرض کنم. الان من در کنار عزیزانی که اینجا نشستم از حزب مشروطه ایران و حزب کمونیست کارگری، ما توافق و تفاهم زیادی داریم. ما هر تمام تشکیلاتمون ایدئولوژیمون بر اساس این هست که رژیم جمهوری اسلامی باید بره و ما انحلال جمهوری اسلامی می‌خوایم، همونجوری که جناب موبدی هم بهش اشاره کردند. نوع رفتن رژیم ما تعیین نمی‌کنیم. اگه رژیم بخواد خشونت انجام بده، اون خودش شروع کرده. انحلال یعنی که اینها در حقیقت جمع کنن و بذارن برن و کاملا به اون مسئله معتقدم. برگردیم به نکته‌ای که شما مشخصا بهش اشاره کردید. ببینید، ما در مدت این 30 و چند سال به دلایل زیادی به هیچ جا نرسیدیم. یکی خب برخلاف خودمحوری، تک محوری، خصیصه کار سیاسی ایرانی‌های خارج از ایران و داخل ایران بوده. عدم اطمینان به همدیگه ریشه های تاریخی داره که البته بحثش خیلی طولانی، مطمئنن من خیلی صلاحیت ریشه یابی این مسائلم ندارم، چون بیشتر به خاطر نوع حرفه هم خیلی مسئله رو از نقطه نظر ابجکتیو و سابجکتیو بودنش در هر لحظه بهش نگاه میکنم. چیزی که وجود داره اینه که ما میبایستی برای یه سری اصول خاصی با هم همسو بشیم. یعنی که ما هممون دموکراسی میخوایم، هممون یک دموکراسی بر اساس حقوق بشر میخوان و ما هممون به این مسئله معتقد هستیم که رژیم جمهوری اسلامی به هیچ طریق اصلاح پذیر نیست و باید بره. حالا مسئله‌ای که وجود داره و ما روش تاکید داریم میکنیم در این لحظه به خصوص، و من میتونم یه ذره حاشیه برم، این قضیه هست که الان در شرایط جوی خاورمیانه و حرکات مردمی و انقلابات، یا اسمش میذاره انقلاب اگه صحیح باشه یا نه، در تونس، در مصر، در یمن، در لیبی و سوریه، این در حقیقت حرکت و در حقیقت این فرصت رو برای به وجود آورده که خیلی صحبت از این میکنن که ایران بعد از سوریه بعدی هست. حالا اگر ما به این مسئله معتقد باشیم که به زودی، حالا ممکنه یک سال یا سال دیگه، این رژیم جمهوری اسلامی رفتنی هست و باید هم رفتنی باشه، این دوام نخواهد داشت، مسئله این که چجوری رفتنی خواهد بود. اگر در حال حاضر مثلا فرض کنید که غرب تصمیم بگیره که این رژیم باید بره، میبایستی همونجوری که در 1978 شروع کردن آقای خمینی رو به عنوان بدیل یا آلترنتیو پیدا کردن، امروز هم ممکن دنبال یکی بگردن. حالا چیزی که ما دلیلی که معتقدیم که میبایست فعالیت خارج از ایران گسترده باشه و تفاهم بین نیروهای سکولار زیاد باشه این هست که اگر ما این کارو نکنیم، اگر به فرض ما فرض کنید که زمانی برسه که غرب بخواد با نیروهای مخالف تماس بگیره، سراغ کی خواهد رفت؟ الان می‌بینیم که اصلاح طلبان در خارج از ایران بسیار سهمیه زیادی از تلویزیون و رادیو دارن، بودجه هنگفتی دارن و نیروهای مخالف دیگه مثل ما که سکولار هستن از این امکانات برخوردار نیستن. طبیعتاً اونا لابی جمهوری اسلامی قوی تری دارن در کنگره و گوش بزرگتر از کنگره امریکا و نمایندگان و خارج و کشورهای دیگه غربی دارن. طبیعتاً ما اگه بتونیم خودمون به یه مرحله برسونیم که غرب متوجه باشه که غیر از اصلاح طلبا و این تغییراتی که مثلا فرض کنید شما در قالب فعالیت آقای واحدی و بقیه دارید می‌بینید، یه گروه دیگه، تشکیلات دیگه هم وجود داره، خیلی به راحت‌تر ما میتونیم در این مسیر حرکت بکنیم. در نتیجه ما می‌بایستی اون مشکلاتی که 30 و چند سال باعث شده که کنار هم دیگه نیام از بین ببریم و بر اصول معتقد باشیم. من با جناب میبوده در خیلی زمینه‌ها موافق هستم و تشکیلات ما در خیلی زمینه‌ها موافق هست، ولی برای ما مثلا فرض کنید که نوع حکومت که پادشاهی باشه با جمهوری باشه اصلا مسئله نیست. با اصولش موافقیم که موافق هستن. آقای محمودی هم همینطوری، حالا گرچه آقای محمودی گفتن که در اگر مردم رأی پادشاه بدن به هر حال نقطه نظر خودشون رو خیلی با ارشوت که انرژی بیشتری مطرح خواهند کرد، ولی ما در اساس به مسئله سکول دموکراسی معتقد هستیم و برای که به اونجا برسیم میبایستی بیشتر روی جنبه هایی که باش اشتراک داریم تکیه بکنیم تا اونجایی که اختلاف داریم. مثلا فرض کنید یکی از اختلافات ما همین که ایشون اشاره کردن با حزب مشروطه ایران این هست که ما معتقدیم که اقوام ایرانی ملیت ها رو نمیشه حقوقشون رو نادیده گرفت. حالا کلمه فدرالیسم یه کلمه بسیار جزامی و ارشوت که یکی از
به قول یک از همکارای ما اتمی شده و دست زدن به این کلمه کار سختی هست، ولی طبیعتا این چیزی که وجود داره اینه که ما میبایستی به این مشکلات بپردازیم و نمیتونیم مثلا فرض کنید که حقوق فرض کنید کردها، آذریها، عرب زبانهای ایرانی و بقیه رو ندیده بگیریم و معتقد باشیم که بعد از اینکه رسیدیم به یک حرکت، به یک حکومت دموکراسی، به احتیاجات اونها بپردازیم. در نتیجه ما به واسه همه نیروها در کنار همدیگه قرار بگیرن، ممکنه خیلی ایدئالیست باشه این مسئله، ولی تجربه یاد به ما که میتونیم بهش دست پیدا کنیم. بسیار خب، حدوداً یک دو دقیقه به انتهای برنامه مونده. اگر شما صحبتی دارین با بیننده‌های ما، این شما این هم دوربین، اگه اجازه بدین فکر کنم با آقای محمودی شروع میکنیم. بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون از برنامه‌ای که در اختیار ما گذاشتید و تونستیم بحثمون رو صحبتمون رو بکنیم. امیدوارم بیشتر از اینم بتونیم بازم صحبت کنیم. من فقط نکته پایانی رو بگم. ما با آقای دکتر زندی و تشکیلاتشون تو تورنتو هیچ چیز نوشته شده ای نداشتیم، ولی تو دو سال گذشته تو ده ها تظاهرات و اعتراض علیه جمهوری اسلامی شرکت کردیم. به نظر من الزاماً چیزی نیست رو کاغذ، باید اپوزیسیون بشینن چیزی رو بنویسن و بعد بتونن یه چیزی رو پراتیک کنن. مبارزه علیه جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم وظیفه هر انسان آزادی خواهیه، هر کسی که متنفر از 33 سال شکنجه و اعدام و کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخته و این ما میتونیم تو خیابونا هم دیگه رو پیدا کنیم. بسیار خوب. آیه مبدی بفرمایید. حقوق اقوام در حدی که منشور جهانی حقوق بشر گفته کاملا مورد قبول ماست. حتی ما حکومت‌های محلی رو تعیین استاندارد حرف زدن به زبان و نوشتن و کلاس و دانشگاه و اینا رو همه رو در قطعنامه پنجم حزب مشروطه ایران گذاشتیم. اما ملیتی که دوستان سکولار سبز جدیدن اون هم نه در نوشته هاشون گنجوندن، ملیت یعنی نشنالیتی، ملیت های ایران یعنی ملت های ایران. در دموکراسی آینده اگر ما ملت های ایران داریم، بر اساس منشور جهانی حقوق بشر هر ملتی حق کشور خودش رو داره. نمیشه گفت من تمامیت ارضی ایران رو میخوام، به ملیت های ایرانم معتقد. تعریف ملیت و ملت که یکی هست، نسبت به ملت مشخصه، یعنی نشنالیتی. دوستانی که مطرح میکنن ملیت های ایران عملا این گفتمان رو جا میندازن. اگر در ایران هم امیدوارم که دموکراسی برقرار بشه، پایه بسیار مناسبی خواهد بود. ایران هم کانادا و امریکا نیست، ما همسایه هایی داریم که کاملا مثل گرگ به دنبال مملکت ما هستند. اینی که برای ما فدرالیسم ملیت های ایران مثل یک پارچه قرمزی میمونه، مورد قبول ما نخواهد. آقای دکتر زندی، بسیار متشکرم از این فرصتی که به من دادید. دو تا نکته خدمتتون عرض بکنم. یکی این که اون درس بزرگی که ما گرفتیم این که از فرهنگ حذف کردن جلوگیری بکنیم و با تمام نیروهایی که بر علیه این رژیم منفور جمهوری اسلامی هستند همکاری داشته باشیم. نکته دومی که من لازم میدونم فقط توضیح در موردش بدم، اختلاف ملت و ملیت ها رو ما در قالب نیشن و ساب نیشنز میبینیم. در واقع یعنی در حقیقت اون چیزی که ما داریم مطرحش میکنیم به این صورت هست که یکی از راههایی که میشه از تجزیه آینده ایران جلوگیری کرد، دادن حق و حقوق هست به اقوام و یا این ملیت ها و یک پارچگی ملت ایران. اصل چهارم سکولارهای سبز هست در کنار انحلال، سکولاریسم و منشور حقوق بشر. خب تشکر میکنم از شما آقای مهدی موبدی، عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، آقای یدی محمودی دبیر تشکیلات شرق کانادا حزب کمونیست کارگری، و همینطور از شما آقای دکتر فرخ زندی رئیس انجمن سکولارهای سبز شاخه تورنتو و سخنگوی شبکه جهانی سکولارهای سبز. خیلی ممنون که تشریف آوردید. درود بر شما. و همینطور تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که نظارگر برنامه پژواک بودید. تشکر میکنم از مهندس احمدی عزیز، امید محبوب، شارخ بینیاز و همینطور سارا اکرمی عزیز. با امید هر چه زودتر آزادی و دموکراسی در کشور عزیزمون ایران به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. خدا نگهدار.
جانان.